بچه ها امروز یه سپرایز از یوتیوب داریم. یوتیوب یه چیزی فرستاده به اسم های فایو. های فایو با این مزنونه که مبارکت باشه. اینگاه که من عروسی کردم تابستون خیلی ویدیوهای خوبی ساختی، یه تشکر کوچیک از طرف یوتیوب و کانتنت درست میکنی و شیر میکنی به دنیا. برای همین میگه که اگه خواستی یه دونه شورت درست بکن و از هشتگ یوتیوب های فایو استفاده بکن. های فایو یه چیزی هست که داخل یوتیوب هر ماه یه بار برام میفرسته، اینم استیکر فرستادن دیگه، حالا میتونید بچسبید داخل لپتاپتون و اینا. هر یه ماه یه بار یا هر سه ماه یه بار زمانی که تابستونه بلیت مجانی سینما میفرستن و نمیدونم چیز میفرستن، قهوه مجانی میفرستن، پیتزا، البته تیکت میفرستن شما باید خودتون برید بگیرید اونجا، مثلا پیتزا سفارش بدید. بعد وقتی اینجاست که دلیوری هم نسبت بدید بگیرید. امروز اومدیم نیو فورست. نیو فورست یکی از بهترین جایی هست که تو انگلیس من رفتم، انقدر قشنگ و سرسبز و خیلی باحاله. جنگله، میخوام خیلی جنگل بزرگه، منتها میخوام یه جای کوچیکیشو به شما نشون بدم که یه جا سرپوشیده داره یه جا سرباز داره. خب میخوام نشون بدم بهتون، بعد درون رو میبریم بالا این برابر نشون میدیم، بعد بریم جای دیگه. خیلی خیلی بزرگه. جلوتر ببینیم جلو چه خبره. میکروفون من داغ کرده، روشن نمیشه. موبایلم هم همینجور، هم موبایل داغ کرده هم میکروفون. دو تا پیرزن هم پشت سرم واسه دادن دارن سیگار میکشن. بذارید من پایسا رو درست کنم، بعد من واسه دم اینجا. ولی شات خوبی گرفتم از اینجا، امیدوارم لذت ببرید. جای به این بالی اومدیم، میکروفونمون کار نمیکنه، میکروفون دوربینه. بچه اسبا رو نگاه بکنید، چند تا اینجا اسب هست. ببینن نمیدونم صاحب دارن، البته همشو صاحب دارن، ولی خیلی باحالن. ولی باید اینجا خیلی آروم برید که تصادف نکنید با اینا. که این امسال توی 120 سال گذشته گرمترین سال اروپا بوده، یعنی اینقدر الان گرمه. انگلیس که واقعا تعجب برانگیزه، چون جولای دیدی که داشت بارون میومد، الان سپتامبره که پاییز دیگه، اینقدر گرمه الان که اصلا نمیتونی با پیرهن بگردید. منم پیرهن برای شما پوشیدم، اگه نه من اینم درآرم. بچا اینم یه نمای دیگه است، ماشین اینجا پارک کردم، یه نفرم تو ماشینه. میخوام درونم بیارم بریم اینجا بالا ببینیم چه جوری. ها بچه اینجا پشکلای گوسفند زیاده و اینجا یه بار اومدیم خیلی وقت پیش، من و مهدی و صادق. بعد اینجا گاو داشت، ولی اینجا یه قسمت دیگه شه. ولی اینجا خیلی قشنگ و سرسبزه. اینجا یه ممکنه درون رو دوباره بدم بالا که ببینید، ولی واقعا جنگل قشنگیه. اصلا یه دونه آشغال هم اینجا نیست، یعنی اگر شما آشغال هم داشته باشید خودتون دلتون نمیاد بریزید، انقدر خوشگله. خب مثل اینکه درست شد، یه رفیقی دارم به نام مایکل سالادینو. سالادینو اسم چیزه، اسم ایتالیاییه، فامیلی ایتالیاییه، تو سیسیلی زندگی میکنه. سیسیلی جایی هستش که مافیا هم هست. نمیدونم دو سه ماه پیش هم این نفر تو اسید اونجا حل کرده بودن مافیایی ها، ولی خب من یه رفیق دارم اونجا توی کاتانیا زندگی میکنه. من میخوام، خبر خوب اینجاست که میخوام بریم پالرمو. پالرمو یا سیسیلی یا کاتانیا. سیسیلی خیلی جای قشنگیه. اصلا اروپا بدون ایتالیا و
اسپانیا و یونان اروپا نیست. این سه تا کشور تو اروپا خیلی من هالیدی دوست دارم برم، مخصوصا پرتغال هم همینجوری، ولی پرتغال به چیز نمی به ایتالیا، هیچ کدومشون به ایتالیا نمیرسه. ایتالیا خیلی هم نظر غذایی خوبه، هم نظر مردمی، هم نظر جایی که میخوای بری اونجا چیز کنی. یونان هم نظر قدمت خوبه، قدیمی بودن و اینا. میتونم دور بزنم برگردم، چون هنوز ساعت تازه 5، حالا اکتبر نشده، تازه سپتامبره و هوا دیر تاریک میشه، هوا هنوز نسبتاً دیر تاریک میشه. خیلی تو جاده نوشته بودش که حیوان و اینجور چیزا زیاد دارن، برای اینکه من دو سه تا اسب تو جاده دیدم، ولی گوپرو ندارم که دوربینو بذارم بالا. آروم برید که به این حیوانا نخورید. حالا اینور دوباره من خونه دیدم اینجا، یعنی خونه یعنی چه جوری؟ یعنی دیدم مثلا این جنگل جلوش خونه داره، مثلا کلبه داره، خونه داره، یه هم چیزایی مردم زندگی میکنن اینجا یه جوری. میگه رو در رو اینجا داره، ببینی یه خونه اون جلو، اگر ببینید ببینی اون جلو رو زوم کنم شاید معلوم نباشه، ایناهاش یه خونه اون جلوه، بعد زندگی میکنن و این جنگل خیلی بزرگه. حالا این اینجا درخت نیست، اون جلوها درخت مرخ بودن، خوشگل بود. اینجا فضا باز جون میده برای درون بازی. حالا میخوایم بریم سیسیلی اونجا حال کنیم با مایکل، ولی خب من قرار بود لیوای با ما بیاد، ولی خب پیچوند ما رو، عیب نداره، زن و بچه داره دیگه، ما که زن و بچه نداریم فعلا. الان اولای سپتامبر هست، ما آخرای سپتامبر میخوایم بریم، من و مهدی میریم. درون هم چیز کردم، باید از دولت ایتالیا اجازه بگیرید که درون اونجا بتونید پرواز بدید، بنابراین از اونا اجازه گرفتم. البته من ماه مارچ قرار برم سیسیلی، الان تقریبا 6 ماه گذشته هنوز نرفتم، بنابراین میخوام برم اونجا، درونم ببرم، کامرارم ببرم، همین کامرارم ببرم که سینمایی هست. ایر بی ام بی بوک کردم که استخ داره بغل فرودگاه پالومرو هست، 20 دقیقه تا پالمو فاصله داره. این اولین سفر من به جنوب ایتالیا هست. تمام اون دخترایی که من باهاش صحبت میکنن همشون رفتن مسافرت. معمولا فصل مسافرت اینجا چون کشورهای گرمسیر چیزه خیلی گرمه، مثلا اسپانیا و یونان و موراکو و مراکش و این چیزا خیلی الان گرمه، الان نه، معمولا آخرهای جولای خیلی گرمه. موقعی سرد میشه که آخرهای آگوسته. دو تا آدم اونجا دارن میبینن، دارن میدونن، ببینید همونا اینکه ماشینشو پارک کردن. آره موقع آگوست اونجور چیزا شروع میکنه به یه مقدار خونکی. مثلا الان دختره که باش صحبت میکنم کلسی آمریکایی رفته کجا؟ رفته پرتغال. پرتغالی که من پارسال میخواستم برم، منتها خوردیم به کرونا و اینجور چیزا. دقیقا موقعی که بوک کردم مجبور شدم تیکت ها رو پس بدم، چون که درست گفتن که هر کی بره پرتغال یه بار باید اونجا تست بده، یه بار باید انگلیس تست بده. خلاصه هر موقع ما میخواستیم بریم مسافرت یه بدبختی پیش اومده. اگر خواستید برید مسافرت همیشه یادتون باشه بوک کنید، حتی 3-4 ماه جلوتر بوک بکنید. وقتی که بوک میکنید دیگه هر بهونه ای هم بیاد میرید. حالا بذارید من این درون رو بدم اینجا بالا ببینیم به چه صورته. من لایسنس درونم هم گرفتم، یعنی واسه انگلیس یه لایسنس داره، برای اونایی که برای اون پهپادایی که من خواهم بگم این کشور چقدر آزاده، واسه پهپادایی که تا 4 کیلوگرم هستن من واسش لایسنس گرفتم. البته خودم پهپادی دارم که زیاد چیز نیست، سنگین نیست، یعنی همه جا میتونید بدید رو هوا. مردم هم خیلی باحالن، خیلیاشون ندارن، خیلیاشون هم نمیدونن چجوری چیز کنن، پهپادو بدن رو هوا. بنابراین لایسنس خوبه، بهتون میگه چیکار بکنید، ولی سطح صاف باید باشه دیگه. حالا من اینجا سطح صاف هست نیست، میذاریم بره بالا ببینیم به چه صورته. تمام این دختر مختر و اینا رفتن مسافرت، همشون رفتن مسافرت. الان فصل خوب مسافرت. حالا این دختری که من باش چیزم میخوام داشتم تازه آشنا شدم، اینجوریه دیگه که بدبختی ما هر موقع با یک کسی آشنا بشیم میرن مسافرت، بعد بدبختی اینجاست که باید منتظر بشی تا برگردن، اگه تو رو یادشون بره، اگه تو رو یادشون نره. حالا برای من مهم نیستش که، البته من باش تکست میدم، ولی خب از اون برم نمیخوام که یه کاری بکنم که بگه من رفتم مسافرت، همش مزاحمم میشی، میدونی. اولین کاری که تو درون میکنی تو قسمت سیفتی بعد لوکیشن خونتون رو، یعنی اینجا اگه اتفاق بیفته برمیگرده اینجا آپدیت بکنید. دو نفرم دارم میان. اصلا خودم نمیبینم کجا رفته. دو نفرم رد شدن، نه سلامی نه علیکی هیچی.
خیلی فضای بازی واسه درون. منتها این میکروفون پدر منو در آورده. من نمیدونم چجوری آدما از این میکروفون چرت استفاده میکنن. اصلا میکروفون چیزی که آویزون اینجا خیلی من اذیت میکنه. از اون ورم میذاری رو چیز، میذاری روی کامرا بزرگتر نشون میده. ولی خب این میکروفونای رود کوچولو و وایلسی اصلا به درد نمیخوره به نظر من. فقط برای اینکه کوچیک بشه کامراتون خوبه. حالا درون اونجاست داره مستر شات میگیره. اون دو تا جوان دیدید؟ اونا هی میرن دور میزنن برمیگردن. دو دختر پسر اومدن رد شدن. تصمیم گرفتن چون من اینجا میگم اینجا نیان رد شدن. نازم میرفتن دور میزدن. مایکل رفیق چیز منه، دانشگاهی منه. بنده خدا حالا آدم‌ها زیاد هستن، دیابت داره، ولی خب تو خاطر همین قضیه خیلی تو دانشگاه کسی زیاد بهش محل نمیذاشت. خیلی قلبش پاکه. میگم تنها کسی که بهش زیاد دور برش میچرخید من بودم. من اصلا فرقی برای آدم دیسیبل و دیسیبل نبو پاشو نباشه نمیبینم. خیلی رفیق خوبی بود، با هم دیگه بودیم دانشگاه. اون 5 سال طول کشید فارغ التحصیل بشه به خاطر مریضیش. من 3 سال فارغ التحصیل شدم. البته من فرست کلاس گرفتم توی کینگستون، شاگرد اول شدم. بین توی کینگستون 7 نفر فقط شاگرد اول شدن یا فرست کلاس دیگری گرفتن. من اون جزو 7 نفر بودم توی سافتور انجینیرینگ. توی سافتور انجینیرینگ میگم، نه کل دانشگاه. این از آب و هوای انگلیس خوشش نیومد، برگشت، ولی همیشه به من میگفت بیا سیسیلی. چرا نمیای سیسیلی؟ من یونانم رفتم 2019، ولی گفت چرا سیسیلی نمیای؟ چرا نمیای بگردی؟ گفت این همه را بلند شدی رفتی یونان ولی نیومدی سیسیلی. خلاصه خیلی دوست داره من بیام سیسیلی. اما رفیق خوب داشتن همه جای دنیا خودش خیلی مهمه. به من میگه که اگر اومدی سیسیلی نمیخواد ماشین کرایه بکنی، نمیخواد هتل بوک بکنی. اگه تنها اومدی یا با داشت اومدی بیا تو خونه من. خونهشم توی کتنیا هست، بغل دریا هست. ولی من گفتم بهش که من نمیخوام که الان بیام خودمو وبال گردن تو بندازم، که من اومدم یه هتل بوک کردم فعلا. حالا اولش، حالا سوال اینه که اگر به شما نه که پول زیاد بدن، اگر شما به شما بگن که بیاید یه همچین جایی به تو خونه میدیم زندگی کنید، حالا معلومه کجا اینا میرن خرید فروشگاه داره، ولی میاید تو جنگل زندگی کنید که معمولا لامپی هم نداره، ولی من زندگی شهری خیلی عادت کردم، فکر کنم بابام همینجور، ولی اگه به من بگن که بیا اینجا زندگی کن نمیتونم بیام، چون افتاد خرید مرید و اینا میرن مثلا 300-400 تون خرید میکنن، بعد میان خونه واسه 2 هفته دوره، هر 2 هفته یه بار، هر هفته یه بار میرن خرید، چون اینجا معمولا فروشگاهی نداره و چیزم همیشه تاریکه. یعنی زمستونا خب اینجا خیلی زود تاریک میشه، بنابراین خیلی تاریک. اصلا اینجا رو نگاه بکنید الان ساعت 5:30 زمستون، اینجا تاریک و سرده، بنابراین جنگل همیشه اینجوری قشنگ نیستش. میدونی چی میگم؟ به خاطر همون نمیام. اگر ایران بود که حالا یه ذره هوا دیر تاریک میشد میومدم، ولی اینجا زندگی کردن واقعا زمستون، حالا یه سر زمستون میام اینجا ببینم چه جوریه، سرده. ماشینم بوک کردم، کلا اینا رو هم دیگه، هتل شد 400 پوند، ماشین شد 250 پوند، پروازات جفتش رو هم دیگه شد 800 پوند با چمدون و اینا، کلا 1000-1500 تا 2000 تا ببخشید 1600، بعد تقریبا 2000 پوند خرجمون شد. خوبیش اینجاست که کمپانی 500 پوند گیفت کارت به ما داده که بریم هالیدی باش، شد 1500 پوند، بد نیست. حالا ماشینو میذارم گردن مهدی ماشینو میده، ولی بقیه‌شو همه رو من بوک کردم. بریم ببینیم چی میشه دیگه. این خبر خیلی خوبیه. من همیشه دوست دارم، من یکی از چیزایی که منو خیلی خوشحال میکنه هالیدی رفتنه، نموندن توی انگلستانه، به خاطر اینکه زندگی یه حالت چیز خودشو انجام میده، به خاطر یه حالت یه نواختی میشه. الان کمپانی ما، یک سیتیو ما مال نیویورک هست، اون بلنش رفته نیویورک، به من گفت بلنش ببریم نیویورک، گفتم من فعلا نمیتونم بیام، بعد ویزا بگیریم دیگه به عنوان ایرانی، البته پاسپورت انگلیسی هم داشته باشید بعد ویزا بگیرید، ولی خب گفتم حوصله‌اشو ندارم بعد که برم ویزا بگیرم، نگفتم به اون، ولی گفتم بعد ویزا بگیرم و اینا. میده آمریکا میده، منتها من حوصله نکردم، سال دیگه میریم بعد از ژاپن، ولی خب سی تی او و سی او گفتن که بلنش بریم نیویورک، من نرفتم. اونا الان دارن هفته دیگه میرن اونجا، ولی خب سپتامبر آخرین ماهی هستش که ما میریم کلا هالیده، و بعدش میشه زمستون و هالووین و کریسمس و اینجور حرفا که همش توی لندنیم توی سرما و تاریکی. اینجوریه دیگه. حالا چشم به کانال داشته باشید، به ما سابسکرایب کنید که بریم خوبیای ایتالیا و سیسیلی رو بهتون نشون بدم اون پایین. فعلاً.